دوستان عزیز، اینک ارتباطمون با آقای بنسل برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما با 06-31-44-38 خواهد بود. آقای بنسل با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرفت هستید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید. سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما. یادآوری میکنم دوستان و شنوندگان عزیز، این مصاحبه یا گفتگو از لایو اینستاگرام آقای بنسل با آیدی @ibanisad هر هفته به صورت زنده پخش میشه. آمازه با سلام و درود فراوان هموطنان عزیز من سالیا فرستادن که با شما در میان بذارم و سؤال از این قرار هست. اخیراً روزنامه جمهوری اسلامی از دو دولت مافیاها و دولت بی اختیار در ایران سخن رانده است. یکی از فرماندهان سپاه نیز نسبت به ترساندن مردم از رئیس جمهور شدن یک سپاهی اعتراض کرده. در 4 سال اخیر نیز بر روی کار آمدن یک رضاشاه حزب اللهی مانور داده میشه. تحلیل شما از این فعل انفعالات در درون رژیم چیست؟ بفرمایید صدر. بله، اونچه روزنامه جمهوری اسلامی نوشته با تأخیر خیلی زیاد در واقع از واقعیتی سخن میگوید که از کودتای حتی قبل از کودتای خرداد 60 شروع شد به شکل گرفتن. بعد از اون کودتا اول یک مافیاهایی رو کار آمدن، اونها رو میگفتن، بعدها عنوان شد اینا مافیاهای سنتی هستن که یکی از مهمترینشون میگفتن مافیای آقای هاشمی رفسنجانی، خود او را هم پدرخوانده میخوندن. بعد که شکست و در جنگ شد و آقای خمینی جام سهر و سر کشید و قرار شد که سپاه فرماندهان سپاه در اقتصاد هم مداخله کنند، این مافیاهای جدیدی شروع شد و پیدا شدن که ما اونها رو تحت عنوان مافیاهای نظامی مالی از اون زمان به طور مرتب، چون وجود داره دیگه، مرتب هم عمل میکنه. اینها رو دائم بنابر اون رویدادهای کشور خاطر نشان میکنیم که این رویدادها زیر سر این مافیا است و اون دلیل به این دلیل. از جمله مسئله همین ارز و گرانش و تورم و اینا هم نمیشه که این مافیاهای نظامی مالی با توجه به اینکه سپاه به مثابه حزب سیاسی و مسلح این در اختیار این مافیاهاست و بخش مهم اقتصاد در دست این هاست، این ها در این امور بی‌نقش باشن، قاچاق و مواد مخدر. و ما ایران از لحاظ مصرف مواد مخدر به نسبت جمعیت در جهان اول است. نقشی مهم در قاچاق مواد مخدر در دنیا دارد. خب این مافیا ها تصدی می کنند، بیدن این مافیا های نظام می کنند. خب با این یادآوری که این ارگان سابق حزب جمهوری اسلامی که خود آقای خامنه‌ای هم مدتی اصلا مسئول صاحب اختیار او بود، بعد منتقل شده به این آقای مسیح مهاجر. خب اول ببینیم که این مافیا چه ویژگی هایی داره. ویژگی اولش اینه که این سازماندهیش عین سازماندهی ولایت مطلقه فقیه، یعنی یک کس که پدرخوانده خوانده می شود این ولایت مطلق داره. اعضا باید مطیع محض او باشه. کسی از فرمان بیرون رفت یا کاری را انجام داد که بی اطلاع پدرخوانده، این میتوانه حتی کشته بشه، حذف بشه. این ویژگی اول اساسی شه. در همه دنیا مافیاها همچه سازماندهی دارن. این که مافیاها صاحب اختیار که اقتصاد دستشونه، قدرت نظامی دستشونه، آقای روحانی هم زمان گفته بود و یا کسانی هستن که پول دستشونه، تبلیغات دستشونه، اسلحه دستشونه، اونا چجوری میشه در افتاد؟ یعنی به این مافیاها و سپاه اشاره داشت. این ویژگی دومشون این است که یعنی حتی وقتی که بر دولت مسلط هستن محتاج همین دولت هم. بدون وجود این دولت، نه در امریکا، البته در امریکا دولت به علاوه دوتا حزب
جمهوری خواه و دموکرات. مافیا های امریکا بدون این دو حزب نمیتونن به اصطلاح پایه اساسی به کارشون بدن و ادامه بدن به کارشون. در مافیا های اروپایی هم مهمدش مافیا های ایتالیا هستن و از جنوب فرانسه و مافیا های روسی هم که هستن، اینها هم همینطور. اینکه مافیایی تصور کنید بدون رابطه با یک مرکز قدرت پذیرفته ثابت پایدار، این قابل تصور نیست. اینه که وقتی در ایتالیا گفتن انقلاب ضد فساد شد، دستگاه قضایی شروع کرد به تصفیه دولت و احزاب سیاسی از سران فاسد اونها، و بعد شد اینا همه از حزب سوسیالیست که رهبرش مدتی هم نخست وزیر ایتالیا بود فرار کرد به تونس بگیر، تا از دموکرات مسیحی اینا همه مافیاها به اینا اتصال داشتن، حالا با دستگاه های نظامی و چیزهای دولتی هم هم شدیم. کتر ایران هم همینه، بدون این مرکزی که ولایت مطلقه فقیه هست، این مافیاها ها نمیتونستن شکل بگیرن، نمیتونستن این قدرت رو پیدا کنن، نه بر دولت مسلط بشن. این ویژگی دوم، اینکه قدرت دو عنصر اصلیش زور و فساد هست، نه این تدید می آورد مافیاها رو، یا امری نیست که بگیم خواست ایران است و دستگاه ولایت مطلقه فقیه. هر جای دنیا یک قدرت پذیرفته ای که جامعه این رو پذیرفته، حالا وقتی هم مخالف ولی پذیرفته، مثلا سرمایه‌داری تو امریکا، دوتا حزب تو امریکا، این دولت در اینا پذیرفته شدن، خب بدون اینها مافیا تدید نمیاد، قوت هم نمیدید. البته اون ویژگی سوم از این دو ویژگی میاد. سه چیه؟ بین الملل مافیا. این مافیاها بجا کوچولو هستن، در محیط های داخلی عمل میکنن، اونا بر دولت سوار نمیشن. اونهایی که بر دولت سوار میشوند یا یه موقعیت خیلی قوی مهمی پیدا میکنن در جامعه ها، اینها در دنیا شبکه ها ایجاد کردن که با هم در اتصالن، که بهش میگن بین الملل مافیا. مثلا این مواد مخدر در افغانستان تولید میشه، در امریکای لاتین تولید میشه، در آسیا جنوب شرقی تولید میشه. خب این پخشش کی به عهده داره؟ اصلا خود این تولید و پخشش رو کی تصدی میکنه؟ این مافیاهای بین‌الملل مافیا. بدون این بین‌الملل مافیاها، قاچاق در سطح جهان، تولید و توزیع مواد مخدر ناممکن. مافیاهای که موضوع کارشون مشروبات و الکلیست ناممکن. مافیاهایی که کارشون پوله، ارز سفید کردن پوله ناممکن. مافیاهایی که کارشون دارو و داروهای گران قیمت ماست ناممکن. مافیاهایی که کارشون اسلحه است ناممکن. این سه تا ویژگی دارن. اینکه حالا به جان ایران افتادن 40 ساله، این یک قسمتش مربوط میشه این ویژگی های سگانی، اساسش هم مربوط میشود به استقرار ولایت مطلقه فقیه. بخواهی شما این مافیاها رو در ایران از میان برداری، ناشدنی، مگر اینکه اون ریشه رو چی به خوشگانی که ولایت مطلقه فقیه. خب این راجب قسمت اول بحث. حالا این روزنامه میگوید که ارز و دارو و گرانی و قاچاق اینا در دست این مافیاها، کنسورسیوم گفته میشه، که کنسورسیوم مافیاها اینا در سطح داخلی، در سطح جهانی هم همون بین الملل مافیا. خب چجوری اینا افتاده دست اینا؟ عرض که دولت که نفت میفروشه و عرض میاد دست دولت، چجوری منتقل میشه به این مافیا؟ تا الان این بازی عرض که قیمتش رسونده به 30,000 تومان، این که تنها مافیا ها نزده، که گفتم که این بدون دولت نمیشه، هم این انتقال عرض به این مافیاها، حالا توضیح میدیم که چگونه منتقل میشه.
هم این بازی با قیمت ارز که دولت بودجه نمیرسه، الان هم میخوام بودجه 1400 رو ببندن، مبنا رو قرار دادن ارز 11400 تومان. پس دولت بودجهش نیاز داره که دلار قیمتش گران باشه تا بودجه آقا تامین بشه. و خب این مافیاها که رانتخارهای اول از هم میگه، اصلا رانتخار 40% تولید ایران رانته، تولید ناخالص ایران. ایران‌ها دست کیاست؟ دست این مافیاهاست. این مافیاها چگونه، این مکانیزم چیه، سازوکارش چیه که این ارز منتقل میشه رو اونها و اونها با انحصار در انحصار داشتن ارز و پول داخلی و ارز کنن به شما قاچاق بندرها و قاچاق‌ها، اینا میتونن قیمت ارز رو به دلخواه خودشون بالا ببرن. یه مکانیزم یک سازوکار سادهش اینه که این دولت به اصطلاح حساب باز میکنه برای یک قشر واردات، عرض مثلا واردات کالاهای اساسی با عرض 4000 دیست. وارد کننده ها کیان؟ عمده این مافیا ها. از یه راه انتقال این میره اونجا، میره اونجا، اینا یا اونجا اون کالاها وارد نمی کنن، در مواردی شده که اصلا وارد نکردن اون عرض ها مجیب دارن، در مواردی چیزای دیگه جاش وارد میکنن که سود بیشتر داره. یه منبع، یه منبع دیگه قاچاقه. خب 15% یعنی مواد مخدر در ایران مصرف میشه، اینا واقعا چه مصرف نمیشه که غیر از اینکه بخشی از این قاچاق میشود، خود ایران همین مافیاها در قاچاق مواد مخدر در سطح اروپا به روسیه و کشورهای خاورمیانه نقش مهم بازی میکنه. از یک منبع عمده ارز رو هم از اون طریق بوده. یه منبع سومی با این کالاهایی که وارد میکنه به کشور، بابت ارز رسمی که نمیفروشه، بابت ارز در بازار آزاد میفروشه. بنابراین این گرانی قیمت دست مافیاهاست به این دلیله، یه بخشش به این دلیله. البته خود قدرت خریدی که بودجه دولت ایجاد میکنه عامل اصلیه، یکی از بعضی هم عامل اصلی تورمه به لحاظ نبود تولید داخلی برای جذب او. عامل دومش این مافیاها که واردات رو به قیمت بازار با توجه به بحران، ای بحران شدید باشه، همین جنگ های دهگانه دیگه، نقش مهم اینا دارن در تورم و تورم هم نقش مهمی دارد در پر کردن جیب مافیا. خب اینها هم میره این پول بسیارا فرض کنیم که پول داده 4200 تومن 300 تومن ارز خریده، آورده او رو در ایران بازار کرده، حالا فروخته، اقلا 3 برابر گیرش آمده. پس با 3 برابر این حالا حجم پول در اختیار داره برای که دوباره ارز بگیره برای واردات، یا قاچاق کند برای به دست آوردن ارز. می‌دونی اینا مکانیزم‌هاش، سازگاراشون. خب پس این دولت بی اختیار همچنین که کاری هیچ کاری نمی‌کنه، در اختیار، در راست بخواهی در اختیار مافیاهای نظامی مالی اینه که یه دفعه می‌خوانیم 100 میلیارد پول گم شد. دوره جنگ دیگه، جنگ 8 ساله، گفتن 100 میلیارد دلار پول گم شد. بعد تو معده این ایران مای مرحوم مهندس صحابی انتشار میداد، او در اون ایران ما نوشت که این 100 میلیارد گم شد. تو معده تحقیق کردن به صدای خودشون گفتن خیلی 105 میلیارد گم شد. دوره آقای احمدی نژاد هم گفتن 100 میلیارد گم شد. حالا هم اخیراً صحبت 20 میلیارد بود، چقدر بود یورو گفتم گم شده اون جای خودت. در سال پیش گفتن در یک ماه 30 میلیارد دلار از ایران رفته. اینا کی تغذیه کی میکنه؟ مافیاهای نظامی ها. از چه طریق میکنه؟ از طریق دولت. حالا آقای اصلاح طلب، شما اینو میخواید چجوری اصلاح کنید؟ انصافا
شدنیه با وجود ولایت مستقل، با وجود این حزب سیاسی مسلح شدنیه. خوبشین فکر کن این ناشدنی. شما مردم ایران نشستید که آقای ترامپ برود، آقای بایدن بیاید و این تحریم ها رو برداره و دیگر شما خوب بشه. خب این تحریم ها رو برداره. اولا این مافیاها ها یه ویژگی چهارمی دارن که نگه داشته بودم در به اینجا که رسیدم این رو یاد آمد. اون اینه که ایرانی ها میگن که این مرغ هم در عزا سرشو میبرن هم در عروسی. این مافیا هم وقتی پول نیست سود به جیب میزنن، هم وقتی پول هست. خب شما دیدید که دوره آقای احمدی نژاد این همه پول بود کجا رفت؟ به حساب این مافیا ها رفت. اون وقت پول بود دیگه، قرار بود اون پولا خرج ایران میشد و ایران الان بهش رویدن میبود. بعد کنه اونا میشد سرمایه. اون 100 میلیارد دوره 8 ساله اولین 700 یا بعضی از 750 میلیارد تا 80 میلیارد این پول نفت و ارز حاصل از صادرات در دوره احمدی نژاد بوده. این سرمایه میشد. ایران وضعیت غیر از این داشت، اصلا تحریم بیمانی میشد. در اینکه ایران احتیاطی نداشت، تحریم اثری نداشت، دوازیم اثر خیلی ناچیزی. خب اینها چون دولت در قدره اختیار اونهاست، این عرض مازاد رو بیجه بودن و همون سازگاری که گفتن، چون فشار بودجه بالاست، قدرت خرید خیلی زیاد ایجاد میکنه. اگر این تحریم ها رو بردارن، اول اثرش این بزرگ شدن بودجه هست. بودجه که بزرگ شد، این قوه خرید میده، میره به جامعه، خرج میشه دیگه، دولت خرج میده. کجا خرج میکنه؟ تو شهرهای بزرگ عمده و بخشش هم در این شهرهای کوچک و قسمتهای مختلفش. اینا میشه قدرت خرید. این میره بازار. بازار کالا هست که جذب کنه؟ نه. چی باید بکنه که این تورم خیلی شدید بالا نره؟ باید دروازه ها رو باز کرد برای واردات. کی تصدی میکنه؟ واردات مافیا. پس پول هم که زیاد شد، اونها مانع میشوند که این برود به سرمایه گذاری، برای اینکه رانت از بین میبره. وقتی که از واردات یک به سه میتوانه بخوره، این چگونه بگذارد که این پولها بشه سرمایه که وقتی به کار میفته اگر هم سود ایجاد کنه، سود 105 106 حالا بگه شما 110 ندهید 120 بیشتر شد، اونم حساب کتاب پیدا میکنه. هر چیزی هم تو جامعه سرمایه گذاری میشه دیگه، در هر چیزی هم نمیشه سرمایه گذاری کرد. شما خوب توجه بکنید، همچه نیست که مثلا مواد مخدر یا مشروبات الکلی قاچاق میشه. این که تنها که مصرف نمیشه، اینا یک رشته فراورده های دیگه هست که با اینا همراه. اونا دست کیه؟ اونا دست مافیا. خب حالا قرار میشه اینا برچیده بشود. خب رانتی 40% رانت بایه که همین آقای توکلی گفت نه خیلی 60% اقتصاد ایران رانت. خب این رانت به این بزرگی فکر شو بکنید 40% کل تولید ناخالص ملی ایران رانت. خب این رانت بخواه از میان برخیزه، یعنی مافیاها باید از میان برخیزن، ساختار تولید عوض بشه، ساختار بودجه عوض بشه، ساختار نظام بانکی عوض بشه. یه عامل مهم که در اختیار مافیا هست همین بانک ها میده. اینا بانک ها کارشون اینه که این اون چه در ایران تولید میشود از سرمایه اینا رو جذب میکنن، تبدیل میکنن به ارز از طریق این مافیا ها، از طریق بانک ها تبدیل میکنن به ارز خارج میکنن، در اون شبکه بین المللی مافیا ها به کار میاندازن. حالا شما ببینید در کانادا سرمایه های ایران بکاره، مالا همین مافیا هاست دیگه. در نمیدونم اون شرق دور بکاره، خیلی کم، قسمت خیلی کمی در اروپا بکاره. این از کجا میان؟ این از همین طرف میان. به این ترتیب که شما توضیح دادن با این روشنی و شفافیت که خوب متوجه بشنید این مافیا ها با چهار ویژگی که گفتم چگونه پدید میآیند، چگونه عمل میکنند و این سرطان تا وقتی هست
این شما اقتصاد تولید محور پیدا نمی کنید. بدون اقتصاد تولید محور اقتصاد شما میشه مصرف محور، یعنی رانت محور. اون 40% داره که واردات صادرات دیگه، این محل عمده ای برای رانتخواری. خب این بیکاری پس افزایش پیدا میکنه، کشور بیابان میشود. چرا؟ برای اینکه خب این تولیده که جامعه جمعیت رو در نقاط مختلف کشور نگه میداره. اگه این تولید نباشه اینا نقاط مختلف روستاها رو ول میکنن، میان شهرهای بزرگ، چون در اونجا فقط میشه یک درآمدی بخور و نبیر پیدا کرد و نخور. میبینی که این تحولی که جامعه ایرانی کرده، این گسست اجتماعی که این انسانها رها شدن از این ساختارهای اجتماعی، همبستگی‌های اجتماعی، تک تنها رها شدن توی شهرها. اونجا تو شهرها باید بگردن مثلا آدم های پیدا کنن که مثلا همشهری باشن، احتمالا یک روابط خانوادگی نسبی سببی داشته باشن، همدیگر باز بیابن، یک گروه بندی هایی به این ترتیب پدید بیارن. این که شما میبینید دولت از هم گسیخته است، به هیچ کاری توانا نیست جز این کارهایی که مافیا میخواد، اونا رو خوب انجام میده. بگو مبارزه با کرونا بلد نیست، بگو بده ارض و بذار در اختیار مافیا ها، دقیق دستگاه های بانکی مرتب منظم عمل میکنه. بگو اعتبارات بزرگ بده در این مافیا ها، بانک ها بودن میگردن این همه منابع بانکی که سوخت شده اینا رو کی برده؟ چرا این دستگاه بانکی ایران برشی دسته هست؟ برای این پولای عظیمی رو این مافیاها گرفتن پس میدن، بازم میگیرن، اینا همه به اختیار اونا. خب حالا در وضعیت چنین، در چنین وضعیتی، با این ساختاری که دولت پیدا کرده که در فوقش یه دستگاه ولایت مطلقه فقیه هست و حول اون مافیاهای نظامی مالی و حزب سیاسی و مسلح، یعنی سپاه و چیز واحدش بسیج و وره، این شما اصلاح ور نمیداره. این باید عمل جراحی میخواد، باید اون ریشه رو چی قطع کنی و عمل جراحی نکنی. این که شما تصور بهبود وضع داشته باشی تصور باطلی. خب 20 سال پیش گفتم که سند چشمانداز 20 سال بخوانید، الان در سایت انقلاب اسلامی هست، بخوانید ببینید که اون زمان چه ایران بهشتی به قلم آورده بودن که بله بعد 20 سال می شود ایران این بهشت. حالا اون 20 سال گذشته، آقای حکومت روحانی میگه 60% مردم فقیرن، محتاج یارانه. از لحاظ بی‌اعتباری پول ایران مقام سوم در جهان دارد، از لحاظ تورم همینطور در مقام اول در جهان، از لحاظ فساد هم همینطور. یه روزه که پیدا نشد اینا در طول زمان پیدا. حالا این آقا میگوید که یعنی این آقای سردار کوسری فرمایش کرده که مردم رو نترسانید از رئیس جمهور شدن یک نظامی. گفت نظامی غیر نظامی، این دولت در اختیار مافیاهای نظامی مالیش، باید به دولت مردم ایران هشدار داد. مردم ایران تا این ریشه فساد هست، این مافیاها هستن، دولت نه در اختیار شما، در اختیار مافیا. شما هم چه اختیار نان روزانتون در اختیار دولت به لحاظ بودجهش، سرنوشتشون ننشت شما دست مافیاهای نظامی مانید. بی خود خود رو فرید ندهید. میخواید از این وضعیت رها بشوید، باید که تصمیم بگیرید، وجدان پیدا کنید به حقوقتون، عمل کنید به حقوقتون، توانایی های خیش رو بیاد بیارید و به کار بگیرید. راحت برای این بیماری کووید کشته میگید، باکتون نیست. هموطنانتون میبرن تو کشورهای مختلف به کشتن میدن، باکتون نیست.
تو این خشونده های تصادفات از بین میرن باک تو نیست، مواد مخدر از بین میبره باک تو نیست، اعتیاد مشروبات الکلی از بین میبره، اینا باک تو نیست. نمیگه که آها این خطر دارد مقابله با این رژیم، از این بیشتر خطر دارد انصافا. خوشو بیش، شاد و پیروز باش.